ببینیم ما موقعی که مدیر میشیم نباید فکر بکنیم که ما اربابیم و دیگران رعیت هستند و بعد در جزئیات دخالت کنیم. هنرمندا از در دروازه تو نمیرن ولی از توی سوراخ سوزن تو میرن. توی مدیریت هنری میدونن که گاهی اوقات اینکه شما جلوی پای یک هنرمند بلند شین و به او یه چایی تعارف کنین، او حقیقتا یه دفعه نگاهش نسبت به شما اگه قبلا خصمانه بوده حالا دوستانه میشه. اونا میفهمن که هنرمندا تو جامعه احترام دارن. یادمون باشه چقدر وزیر عوض شد، چقدر معاون سینمایی در وزارت ارشاد عوض شد، ولی کارگردان ها همچنان موندن. کارگردان های خوب دارم، نه کارگردان هایی که فقط فیلم هایی درست میکنن که توی گیشه یه سود موقتی رو به چنگ بیارن. به هر حال هنرمندا بعد از رفتنشون و مردنشون همچنان اسمشون باقی میمونه. اینا آدم های کمی نیستن، ولی وقتی وارد اتاق یک رئیس میشن، اون آقای رئیس باید بدون کی اومد تو اتاقش. یه دفعه یک کسی رو دیدم، اسمشو الان نگم بهتره، گفت من رفتم اتاق فلان آدم، اون نفهمید که کی اومد تو اتاقش و چی گفت و من اومدم بیرون و دیگه پام اونجا نمیذارم. پشت در اتاق یه آدمی من رفتم، نوشتم آرزوی دیدارتان را دارم. منو همینطور پشت در اتاقش نگه داشت. به منشیش گفتم که شما یادداشت منو بهشون دادین؟ گفت بله. گفتم چیزی نگفتم. حالا دقت کنید، سنم از اون بالاتره، خط من 1000 برابر از اون بالاتره، چیزهای دیگه سابقه همین از اون بالاتره. نوشتم آرزوی دیدارتان را دارم، ریشم امضا کردم با تقدیم احترام. به منشیش گفتم ببخشید شما میتونید بگین که من بشینم یا برم؟ گفت نمیدونم. بعد منشیش گفت که از کجا هستین؟ تا اینو گفت، گفتم که سر به سرش بذارم بگم از خونه. بعد میگه شغلتون چیه؟ میگم من خانه‌دارم، سبزی پاک میکنم، باقالی، تربچه، برنج، لپه پاک میکنم، اینجوری دست بندازم. اینجا وزارتخونه منه، اینجا وزارتخونه ثبت احوال نیست، اینجا وزارتخونه ایست که من مدیر کل این وزارتخونه بودم. چی بگم بهش؟ بهش بگم من مدیر کل اینجا بودم، همین جایی که الان این آقا نشسته اونجا این کاری کرده. و بعد گفتم اجازه بدید من مرخص بشم، مهم نیست من کی هستم، اومدم. تو را که میومدم گفتم که اون آقا خیلی خوب میدونه من کیم و خیلی خوب میدونه که منو 20 دقیقه پشت در اتاق خودش نگه داشته. الان تلفن میکنه به من و خواهد گفت ببخشید من وضع بسیار بسیار ناگواری داشتم، جلسه پرتشنجی داشتم، شما آمدید، من نتونستم بیام بیرون، با شما فقط یک احوالپرسی ساده بکنم. امیدوار هستم که در اولین فرصت با شما هماهنگی کنیم و همدیگر رو ببینیم. اون آدم این کارو نکرد و به من تلفن نکرد و من برای همیشه از اون دم و دستگاه رنجیدم و اومدم بیرون و رفتم و گفتم تا تو رو خبر نکردن پا تو سبک نکن و نرفتم. وزارتخونه ای که آجر رو آجرش رو در زمان جوانی، در زمانی که 18-19 سال 20 سالم بود 30 سالم بود، رو هم گذاشتم و در یه جای دیگه گفتم با امریکایی‌ها و فرانسوی‌ها کار میکردم. برای من مهم بود که فیلمای کشورم برای زمان خودش آماده بشه بره. من دیدم قدر من تو جایی که خانه واقعی من هست نمیدونن این ارزشو، دلم شکست. یادمون باشه که وقتی داریم سناریوی یک نفر رو میخونیم این آدم کمی نیست. وقتی داریم فیلم یه نفری رو نگاه میکنیم این آدم کمی نیست. پروانه یه نفر رو وقتی میبرن وزارت ارشاد، اون آدمایی که اونجا نشستن فکر نکنن داستان ارباب و رعیتیه.
اونو به دقت بخونن، اینا دل دارن. کسانی که فیلم میسازن اینا با دریایی از عاطفه و با دریایی از احساس فیلم درست میکنن. باید مواظب باشن اونا با یه قلم اینطوری دل این آدما رو نشکنن. حتی میخوان بهشون بگن که اینجا اینه 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 اینه، بین بشین و بفرما و بتمرک 1001 جور فاصله هست و میتونن به او القا کنن. مثالی که میتونم بهتون بزنم، من به دانشجو وقتی که پایان نامش کج و کوله است میگم اگر جای تو باشم اینو اینجوری میکنم، در حالی که الان یه تفکری به وجود اومده که مثل اینکه اینا ماموران پلیسی حکومت هستند و اینا که مامور پلیسی حکومت هستند دارن به شعرا و نویسندگان و هنرمندان و نمیدونم فیلمسازان ما میگن که شما این کارو نکن، اون کارو نکن، این کارو نکن، اون کارو نکن. اینقدر این محمود دولت آبادی بزرگه که اون کسی که میخواد کتاب اینو ممیزی کنه و بهش اجازه انتشار بده باید بلند شه بیاد بره در خونه محمود دولت آبادی چارزانو بشینه، نه همینطور معمولی بشینه تا محمود دولت آبادی حس تعلقش به این آب و خاک هر ثانیه بیشتر و بیشتر بشه، نه اینکه هی نگه دارن اینو تا بعد فکر بکنن که خب خوب کاری کردن، تا مثل گلشیری خدای نکرده از دنیا بره و بعد بشینیم هممون قصه بخوریم بگیم اه ما چرا این کاری کردیم. حداقل میشه امروز فیلم ساخت. حتی خود کیارستمی در کلاس‌های آموزش سینما میگفت که با این موبایلاتون میتونین شما فیلم بسازین و اصلا به پروانه نمایش هم احتیاج ندارین، کما که خودش هم با اینا فیلم درست کرده بود، ولی اگه میخواست بره پروانه نمایش بگیره بهش میدادن. بدانید که اون هیچ وقت چیزی رو که به صلاح جامعه اونا بود انجام نداد. میدونین چی کار کرده بود خود آقای کیارستمی؟ میدید که نمیتونه یه دونه زن رو که داره در نقش همسر من اکبر عالمی بازی میکنه با روسری سر میز صبحونه نشون بده، اصلا حذف میکرد، اصلا به طور کلی حذف میکرد. بعد متهم شد به اینکه این آدم ضد زنه. چشم‌انداز سینما رو در آینده چی میدید؟ اگه بخواین از آخر بگم یه جور باید شروع کنم، ولی اجازه میخوام که از اول بگم چشم‌انداز آینده سینما ایران بسیار بسیار روشنه، چون دنیا رو به جلو میره، هیچ وقت دنیا رو به عقب نمیره. اما اگر بخوایم بگم که چه چیزی ممکنه باعث افول موقتی سینمای ایران بشه، تنگ نظری آدمهایی که حسود هستند. و ما از بچگی شنیده بودیم که همه دعا میکنند پروردگارا این سرزمین رو از خشکسالی، دروغ و حسد دور نگاه دار. حسد خیلی خطرناکه، حتی تو خانواده هایی، مثلا پسر دایی به پسر خاله، دوتا خواهرزاده، حسد خیلی وحشتناکه. یکی هم که دروغ، اگه دروغ رو از توی دنیا وردارن کره زمین میشه بهشت برین، نمیتونن وردارن کمش کنن. من میگم که بعضی موقع حتی دروغ سفیدم جایز نیست. مثال ساده میزنم که همسر من میگه که کجا بودی، من به جایی که بگم رفته بودم کتاب فروشی بگم رفته بودم تعویض روغن. اگه او بفهمه که من دروغ گفتم دنیا به آخر نمیرسه، ولی اسم این دروغ سفیده، ولی دروغ گفتم دیگه. سهراب یه شعری داره که اون شعر رو یه ذره‌ش رو میخونم، میگه من ندیدم دو سه نوبر با هم دشمن، من ندیدم بیدی سایه‌اش را بفروشد به زمین. اگر تو سه نوبر هستی که دیگه به منی که درخت کوتاه هستم نباید حسادت کنی، و اگر نیستی برو بشو دیگه، بشو اون درخت صنوبری که پهلوان تختی اصلا به یه آدمی که میومد توی دوشک کشتی و از او بهتر کشتی میگرفت و پشت حریف رو به خاک میمالید حسادت نمیکرد، چون خیلی بزرگه. یه دفعه یک دانشجویی اومد به من گفت که چرا داورای جشنواره‌های مثلا فجر رو تو این دوره‌ای که شما داور هستین آدمای پیر انتخاب کردن. گفتم برای اینکه من با نسل شما استکاک منافع ندارم، برای این اومدن منو داور انتخاب کردن. یعنی شما هووی من
نیستی، شما اصلا رقیب من نیستی، من یه جای دیگه ای دارم که اون آتش و اون شهوت در اونجا جایی نداره که من بخوام بگم که نه تو نباید برنده بشی، اون باید برنده بشه. اینها ضمناً یه نکته دیگه که هست، من معلمم، معلم باید القای مثبت بکنه. اصلا معلم حق نداره که ناامیدی رو به کسی القا بکنه، ما باید امید بدیم. اگر کسی داره کار فرهنگی میکنه در کشور، باید به همه جامعه امید بده و همه جامعه احساس کنه که چقدر خوشبخته که در اینجا متولد شده، داره در اینجا قد میکشه، در اینجا در اینجا داره نفس میکشه. نه اینکه با خودمون بگیم که خدایا من که نیتم خیر بود، این فیلمو با عقل خودم خوب درست کردم، بردم جشنواره، اینجا هم نشون دادن، حالا هم فلان. الان همین فیلم فروشنده چه اشکالی داره؟ پروانه داره توی کشور، این همه نشونش دادن، تو خونه هم دارن الان پخش میکنن، نگاه میکنن، تو جشنواره اون طرف هم اومدن. بعد بگیم اسقر فرادی چون دیر به من سلام کرد، پس من حالا اصلا اسقر فرادی اصلا من نمیشناسه. ولی وقتی که جانماز مادر بزرگم و در مورد وزنه برداری رضازاده 20 سال پیش براتون مثال آوردم، اینم همونه. گفتم خدایا شکر که یک ایرانی این چنین اونجا درخشید، تا اونا بفهمن که ما از تو خاکروبه یا تو کپر یا رو زمین یا اینا نیست. ما این زندگی داریم که کاملا با کشورهای مرفه قابل مقایسه است، ولی یادمون باشه که هم نوعانمون امروز توی سطل خاکروبه دنبال غذا میگردن، ولی آسمون خراشو هم نگاه میکنی، حیرت میکنی، واو. این اختلاف طبقاتی یک روزی انفجار ایجاد میکنه. به طور کلی باید بگم وقتی راجع به آزادی میگی، همیشه باید بگیم که اندازه نگه دار که اندازه نکوست. همه میگن در آزادی شما آزادی، آزاد، آزاد. من آدمای نوکیسه رو میبینم که با لباس گرم کن آقاست، مرده، از اتومبیل لامبورگینی پیاده میشه، بعد شلوار ورزشی پاشه، بعد میاد میره تو رستوران چلو کبابی، نه که بره یه سیر پنیر بگیره بره بتمرگه تو ماشینش. میدونین اومده نشسته تو چلو کبابی، داره چلو کباب میخوره، بعدم اومده بیرون لخ 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 را میره. یا یه مدیری رو دیدم توی وزارت خونه که شما هم هزارتاشو دیدین، با دمپایی، یعنی از این دمپایی ها و با جوراب داره را میره، به جایی که بگه آقا اینجا وزارت خونه است، من باید کفش بپوشم، جوراب هم در نیارم، باید برم فلان بکنم. این آزادی نیست اسمش، این شلختگیه، این هرج و مرج اینه. ما اگر بگیم آزاد 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 هستی که هر جور دلت خواست شعر بگی، باید یادت باشه که در سرزمین حافظ و عطار و مولانا و جامی داری شعر میگی. اگر داری فیلم درست میکنی، جلو پدرت پاتو دراز نمیکردی، اگه دراز میکردی پس بنابراین هویت خانوادگی نداری. توی همه چیز باید حرمت رو نگه داری. اصلا کسی به عنوان آقا بالا سر به تو نگه که اتاق خواب حریم یک زن و شوهره، برای چی تو نشون بدی؟ یعنی انقدر مفلوکی که میخوای با نشون دادن اتاق خواب یک زن و شوهر تو گیشه رو تبدیل کنی به یه چیز پردرآمد. این کار اگه بکنی تو دیگه اصلا ایرانی نیستی، پایبند اخلاق ایرانی نیستی و اصلا با دین کاری ندارم، من دارم راجع به اخلاق ایرانی بودن حرف میزنم. بنابراین باید آزادی رو داد به اون آدمایی که اینا انقدر اندیشمند و فکور هستند که از اون آزادی هرگز سوء استفاده نمی کنن. آرزو دارم یه روزی برسه که وزارت فرهنگ و ارشاد تو قسمت سینمایی اعلام کنه، بگه ما 20 کارگردان ایرانی را اعلام میکنیم که نام مبارک این کارگردانان ما را وادار کرد که هرگز فیلمنامه های آنان را نخوانیم. اینا امتحانشون پس دادن، اینا انقدر پرستیژ و شخصیت والایی دارن که اگر تمام درها رو براشون باز کنن، اینا هرگز از اون چارچوب اخلاق خودشون و احترام به باورهای اجتماعی خودشون پاشون رو فراتر نمیذارن. به نظرم باید یه تجدید نظر بزرگی بشه که ما بیان بگیم حتما پروانه نمایش صادر بشه، حالا پروانه نمایش یا پروانه ساخت صادر بشه یا چیزای شبیه به این. یه بازنگری، یه خانه تکانی ذهنی در سینمای ایران لازمه.